همه ما با مشکلات حافظه آشنا هستیم و کم و بیش اون رو تجربه کردیم. وقتی صحبت از مشکل حافظه میشه، احتمال داره شما یاد وقتایی بیفتید که هرچی با خودتون کلنجار میرید، مطالب امتحان یادتون نمیاد. شاید هم یاد آلزایمر و اختلالات حافظه میافتید. اما منظور از مشکل حافظه همیشه ناتوانی در به خاطر آوردن اطلاعات نیست. گاهی مشکل ناتوانی در فراموش کردنه. اولین باری که موضوع توجهمو جلب کرد، وقتی بود که یکی از دانشجوهام بعد از کلاس ازم پرسید: آقای دکتر، چطور میشه چیزی رو که نمیشه فراموش کرد فراموش کرد؟ سوال جالبی بود. البته فراموشی یا خاموشی موضوعی تازه‌ای برای من نبود. از زمان ابینگهاوس مطالعه فراموشی شروع شده بود و ما کلی یافته تو این زمینه داریم. اینکه منحنی فراموشی چجوریه، اینکه انواع مختلفی از فراموشی داریم، اینکه خیلی وقتا فراموشی از بین رفتن یادگیری قبلی نیست بلکه خودش یادگیری جدید و مطالبی مشابه. اما نکته توجه برانگیزی که توی سوال وجود داشت این بود که فراموش کردن خودش توانایی مهمیه و نیاز مهمیه. احساس میکنم در مورد این وجه فراموشی کمتر حرف زده شده و برای همین من تصمیم گرفتم مطالبی رو در مورد این پدیده و نقشش توی نظام شناختی اون با شما در میون بذارم. برای شروع خوب اینو بهتون بگم که اگه کسی بهتون گفت چجوری میشه چیزی رو فراموش کرد، همیشه منظورش چیزی نیست. خیلی وقتا منظورش اینه که چطور میشه کسی رو فراموش کرد. و در این مواقع منظور از کسی، کسیه که خاطرات مهمی باش داریم و خاطراتش احساسات قدرتمندی رو در ما ایجاد میکنه، مثبت و منفی. حالا آیا میشه واقعا خاطرات رو پاک کرد؟ اگه از روانشناسای آزمایشگاهی بپرسید، میگن اگه عامدانه این کارو بکنید، احتمالاً بدتر تو ذهنتون تثبیت میشه. اگه از قدیمی‌ترا بپرسید، میگن سخته ولی میشه، زمان میخواد. و احتمالاً یه بیت از سعدی هم براتون میخونن که سعدی به روزگاران مهری نشسته در دل، بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران. اما اگه کسی حوصله سعدی رو نداشته باشه و دلش بخواد غیر از زمان از روش دیگه‌ای برای زدودن خاطرات استفاده کنه چی؟ آیا جوابی براش داریم؟ بیایید حدود 700 سال بیایم جلوتر، یعنی سال 2000. در این سال مقاله‌ای در مجله نیچر چاپ شد که نویسنده اولش محقق به نام کریم نادر بود و نویسنده آخرش محقق برجسته حوزه هیجان جوزف لدو. نویسندگان این مقاله بعد از انتشار یافته‌هاشون کلی نامه با این مضمون دریافت کردند که لطفاً به ما کمک کنید که حافظه‌مون رو پاک کنیم. تو همون سال‌ها یه فیلم هم با موضوع حذف خاطرات ساخته شد که حتماً باهاش آشنا هستید. حتما مشتاق شدید که بدونید کار نادر و همکاراش چی بود. براتون توضیح میدم. قبلش لازمه راجع به تکنیکشون براتون حرف بزنم. یکی از تکنیک‌های رایج تو این زمینه تکنیک شرطی سازی ترس در گوشاست. در این تکنیک ما از دو تا محرک استفاده میکنیم که یکیش خونساست و بهش میگن CS، یه چیزی مثل صدای زنگ. دومی اما خونسا نیست، یه چیزی مثل شوک رو در نظر بگیرید که موجب رفتاری مثل از جا پریدن یا میخکوب شدن میشه. به این دومی میگن US. وقتی این دوتا محرک با ترتیب خاصی همراه بشن، اصطلاحاً شرطی سازی صورت میگیره و حیوان رابطه اون دوتا رو یاد میگیره. بعد از یادگیری وقتی صدا رو میشنوه، بدونه که شوکی در کار باشه، رفتاری شبیه میخکوب شدن از خودش نشون میده. قبل از کار نادر و همکاراش مطالعات نشون داده بودن که وقتی یه رابطه یاد گرفته میشه، این رابطه برای مدت کوتاهی دوام میاره و بعد از طریق فرآیندی که بهش میگن تثبیت، تبدیل به یه رد یا حافظه بلند مدت در مغز میشه. یکی از عواملی که نقش مهمی در این تثبیت داره فرایند سنتز پروتئینه، یعنی ماندگار شدن یه یادگیری در حافظه لازمش ساخته شدن پروتئین‌های خاص. دانشمندان متوجه شده بودن اگه بلافاصله بعد از یادگیری با استفاده از دارو جلوی سنتز پروتئین رو بگیرن، ظاهراً اثری از یادگیری باقی نمیمونه و حیوان دیگه از صدا نمیترسه. اما اگه این مداخله بعد از تثبیت اتفاق بیفته تأثیری نداره، انگار حافظه شکل گرفت و دیگه نمیشه پاکش کرد. چیزی که در مقاله سال 2000 گزارش شده بود این بود که حتی بعد از تثبیت هم میشه با مداخله دارویی و جلوگیری از سنتز پروتئین حافظه موش‌ها رو دستکاری کرد. نوآوری توی مطالعه این بود که بعد از مرحله تثبیت ابتدا حیوانات رو در معرض صدا قرار دادن و بعد دارو رو تزریق کردن. به زبان دیگه دارو رو بعد از فعال شدن خاطره تزریق کردن. نادر و همکاراش دیده بودن که بعد از این کار موش‌ها دیگه به صدا واکنش نشون نمیدن و انگار حافظه‌شون تغییر کرده. شاید همین نکته بود که باعث شد اون نامه‌ها نوشته بشه. اما واقعیت اینه که این یافته یه تفسیر خیلی مهمتر داره. اینکه مغز وقتی یه تجربه رو بازیابی می‌کنه یا وقتی که دوباره در معرض یه تجربه قرار می‌گیره،
خودش رو در موقعیت شبیه وضعیت پیش از تثبیت قرار میده و قابلیت تغییر پیدا میکنه. البته هدفش از این کار این نیست که به دانشمندا امکان دستکاری حافظه رو بده. در واقع هدف مغز اینه که تجربه هاش رو بروز کنه و اطلاعات جدید رو در خاطره های قبلی ادغام کنه. به بیان دیگه هر بار که مغز خاطرهش رو به یاد میاره، اون رو بروز رسانی میکنه و نسخه جدید رو ذخیره. با این توضیحات شاید بهتر باشه اینجوری بگیم که کسانی که از خاطرات آزاردهنده گذشته صحبت میکنن، مشکلشون این نیست که نمیتونن خاطرات رو فراموش کنن. مشکلشون اینه که نمیتونن اون خاطرات رو به شکل مناسب به روز رسانی و بازارایی کنن. البته یادمون باشه که یافتهایی که من ازشون صحبت کردم مطالعات حیوانی بودن و به راحتی نمیشه این نتایج رو به انسان‌ها تعمیم داد. در 20 سال گذشته مطالعات انسانی هم در مورد پدیده بازتثبیت و به خصوص در زمینه خاطرات آزاردهنده و تروما انجام شدن. واقعیت اینه که هنوز زوده در مورد امکان تغییر حافظه در انسان‌ها به شیوه‌ای که گفتم صحبت کنیم، اما مسیری که آغاز شده و دیر یا زود ما به این هدف نزدیک میشیم. حالا سوال اینه که آیا اصلا این کار درستیه؟ حذف یا دستکاری خاطرات ناراحت کننده ممکنه ما را از خیلی از مشکلات نجات بده، اما اگه این فراموشی موجب تغییر هویتمون بشه چی؟ اگه هزینه آزادی حاصل از فراموشی، فراموش کردن یه چیزی مثل خود آزادی باشه چی؟